قسمت اسکرال ثابت رو پیچهاش رو باز میکنیم تا دسترسی پیدا کنیم به فضای بین دوتا اسکرال و ساختار اسکرال ها رو با همدیگه مشاهده بکنیم خب همونطوری که دارید میبینید پیچار رو باز کردیم الان میتونیم به فضای بین دو تا اسکرال دسترسی پیدا کنیم اسکرال ثابت رو از روی اسکرال متحرک برمیداریم اسکرال ثابت رو باز میکنیم یک قطعه آلمینیومی دارید میبینید که این قطعه رو قطعه مدور رو به صورت کامل توضیح میدیم که وظیفش چی هست و چه کاری انجام میده اما در اینجا اسکرال ثابت رو همونطوری که دارید میبینید میتونید ساختار حلزونی وسط رو ببینید به صورت یک حلزونی به صورت حالت نرمادگی دو تا اسکرال در همدیگه میرن مسیر حرکت اسکرال رو خطی که انداخته در اسکرال ثابت رو اسکرال متحرک میتونید ببینید که به چه حالتی این اسکرال متحرک در اسکرال ثابت حرکت میکنه و در انتهای مسیر در قسمت وسط گاز فشرده شده خارج میشه گاز در طول مسیر این حلزونی فشرده میشه و از قسمت وسط اسکرال ها به قسمت دیسچارج به قسمت شیر یک طرفه ای که جلوتر دیدیم هدایت میشه و به قسمت دیسچارج فرستاده میشه در قسمت وسط اون شیر یک طرفه ای که دیدیم در کمپرسور مختلف فرق داره مثلا در کمپرسور کوپلن یک پیستون و یک واشر بر روی اون قرار داره طراحی ها در هر شرکتی متفاوته اما ساختار کلی در تمامی کمپرسورها به صورت ثابتیه در بعضی ها به صورت یک پولکی هست در بعضی ها به صورت یک پیستون هست بعضی ها یک شیر یک طرفه قرار میدم و در حالت کلی بایستی یک چنین قطعی وجود داشته باشه که اجازه برگشت گاز رو به قسمت اسکرال ها نده اما همونطوری که دارید میبینید اسکرال متحرکمون هستش بر روی روتور سوار میشه و به صورت لنگ به حرکت در میاد تمامی مشکلاتی که در کمپرسورهای دیگه از قبیل سیلم پیستونی از قبیل اسکرو وجود داره در کمپرسورهای اسکرال هم وجود داره کمپرسورهای اسکرال همانند دیگر کمپرسورها قابل تعمیر هستند البته نه تمام کمپرسورهای های اسکرال. اما خیلی از اونها قابل تعمیر هستند. از قبیل مشکلاتی از قبیل بوش ها سیمپیچی سوپاپ ها قابل رفع هست و میشه این کمپرسورها ها رو تعمیر کرد و دوباره از اونها استفاده کرد